جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در آستانه یک سفر به خاورمیانه و دیدار با مقامات ارشد عربستان سعودی و اسرائیل با تشریح اهداف خود از این سفر تاکید کرده که فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی آمریکا بر ایران تا زمانی که تهران به تعهداتش در قبال برجام پایبند نباشد ادامه خواهد یافت. مسعود ملک گزارش می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا در یادداشتی که شامگاه شنبه با عنوان چرا به عربستان سعودی می‌روم در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده تاکید کرد ایران منزوی شده و این انزوا تا بازگشت به توافق هسته‌ای ادامه خواهد یافت. جو بایدن در این یادداشت به رویکرد دولتش در قبال ایران اشاره کرده و میگوید ایالات متحده با همپیمانان و شرکایش در اروپا و سراسر جهان متحد شد تا شرایط انزوای خود را تغییر دهد. وی سپس از همراهی بیش از 30 کشور جهان در ماه گذشته برای محکوم کردن عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای گذشته‌اش به عنوان نمونه‌ای از اتحاد میان ایالات متحده و همپیمانانش یاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر آمادگی خود برای بازگشت به پایبندی به توافق هسته‌ای سال 2015 تصریح کرده است تا زمانی که ایران آماده بازگشت به رعایت برجام نباشد دولت او همچنان به افزایش فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران ادامه خواهد داد. مذاکرات احیای برجام که از ماه مارس و در پی ضمانت‌خواهی روسیه و شرط ایران برای حذف نام سپاه از فهرست دولت آمریکا از سازمان‌های تروریستی جهانی متوقف شده بود، اخیراً با گفتگوی غیر مستقیم ایران و آمریکا به همت و میانجیگری اتحادیه اروپا در دوحه پایتخت قطر از سر گرفته شد، اما بدون نتیجه پایان یافت. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران این مذاکرات را موقعیتی از دست رفته توصیف کرده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز در حاشیه نشست اخیر گروه 20 در اندونزی به همراه همتایان خود از فرانسه و آلمان و نماینده بریتانیا ضمن ابراز نگرانی نسبت به سرعت توسعه برنامه هسته‌ای ایران و تاکید بر تعهد خود به بازگشت متقابل به پیروی کامل از برجام از جمهوری اسلامی خواست مطالبات فرابرجامیش را کنار بگذارد و هرچه زودتر با توافقی که همکنون در دسترس است موافقت کند. رئیس جمهوری ایالات متحده در بخش دیگری از یادداشتش در واشنگتن پست خاورمیانه کانونی را پایدارتر و ایمنتر از خاورمیانه در زمان روی کار آمدن دولتش توصیف و هدف از سفر آتی خود به عربستان سعودی را تقویت شراکت راهبردی آمریکا با ریاض عنوان کرد.